ببخشید درباره سوال شما که دفعه پیش چی صحبت شد، در حقیقت اختلاط شد و عملا همش صحبت درباره تصویر شد. یه جاهای مختلف راستیم، ولی اساس صحبت از اینجا شروع شد که من فکر کنم شروع صحبت جالب بود. یک سوالی شد که در نتیجه کشیده شد تا آخر وقت، و سوال این بود که یا به اینجا رسید سوال همون اول کار، که وقتی که خدا توی ادیان ابراهیمی، وقتی که خدا مطلق باشه و واحد باشه چرا صورت نداره؟ ما وقتی که صورت نداشت چطوری که در ادیان ابراهیمی، یعنی در یهودیسم و در اسلام، نتیجه این استش که تصویر خدا حرام میشه؟ خدا یه چیزی فراتر از تصویر، هر تصوری که ازش داشته باشیم خدا غیر از اونه، فراتر از اونه، در نتیجه تصویر حرامه. و اگر در مسیحیت تصویر وجود داره، علتش این استش که اونجا یه تبدیلی انجام شده، و اون تبدیل هم این استش که با فرهنگ یونانی و شرق مدیترانه مسیحیت آمیخته شده. مسئله جسم اعتبار دیگری داره که در اسلام و در یهودیت نداره. عرض شد که در اونجا نهایت کار این میشه که خدا باید بیاد پایین، صورت انسان پیدا بکنه، کالبد انسانی بگیره، به صورت جسم در بیاد، و وقتی به صورت جسم در اومد رنج های بشری رو تحمل بکنه، برگرده به بالا، و اون وقتی که خدا کامل میشه و خدا میشه، در نتیجه جسم یک اعتبار دیگری داره. هرچند که در مسیحیت خب در طی دوره هایی در قرون وسطی جسم پلید بود، بهش نمی پرداختن، فقط مسئله روح بود که مورد توجه بود، ولی با این وقت از همون اول مسیح که پسر خدا بود آدمیزاد بود از جهتی، و در نتیجه از می دونید دیگه، از ایکونه گرفته تا رنسانس و تا امروز، اساساً جسم یک اعتبار دیگری در آیین مسیحی داره، به خصوص که آمیخته شده این با فرهنگ یونان، چون این فرهنگ غرب تو تا پایه داره، یکی دیگه یونانه، یونان هم از اول مسئله جسم، زیبایی بدن و مسئله میمزیس و یا تقلید از طبیعت، و تقلید از طبیعت هنر هست، و بدن آدمی هم جزی از طبیعت، یک نشانه از طبیعت هست، یکی از پدیده‌های طبیعت هست، و و و در اونجا خدایان همه جسمانی هستن، صحبت ها شد که آنتروپومورف هستند و از این حرف ها، ولی عملا این حرف ها کشید تا آخر وقت، و سرور هم یک سوالی کرد که تا آخر وقت هم بهش جواب داده نشد. عرض شد که سوال هم این بودش که خب پس اگه اینطوره، این تصویر اماما و این چیزا چیه، و اساسا نقاشی در ایران پس چرا یه چنین گسترشی داشته، به خصوص از زمان مغلا به بعد، مسئله مینیاتور، و این از کجا میاد، چجوری با اسلام سازگاره؟ برای اینکه هر نوع تصویری فقط شکل خدا نیست، بلکه هر نوع تصویری در اسلام ممنوعه. اگه اجازه بدین من اینو در یه 10 دقیقه در چند کلمه نظر خودم بگم، که معلوم نیست اصلا هم درست باشه، ولی به هر حال چیزی که به عقلم میرسه. بعد یه مقاله هم هستش که اتفاقا الان میومدم یادم اومد که من بیارم این مقاله رو. یه وقتی من در امریکا بودم یه کتاب خیلی خوشگلی دیدم، گفتم به به عجب کتابی، مینیاتور بود راجع بهزاد. بعد سابله گفتش که شاید در چیز بودم، ایران نامه، گفتش آقا اینو ببره، این کتاب مال تو، کتاب درون قیمت یا مثل بده، به شرط اینکه یه مقاله بدیم راجبش، این معرفی کن. ما هم اول فکر کردیم خب کاری نداره، گفتم با کمال میاد کتاب برداشت رو اومدیم این بریسیم، دیدن بکی اصلا هیچی نمیدونم، چون یک سال طول کشید. خلاصه یک سال ما، البته خودم هم مرضش رو داشتم دیگه، دنبال مینیاتورها، کتاب های مختلف نمیدونم دیگه، یک سالمون به این کار گذشت. آخرش هم مقاله نشد اون یک سال کار، بلکه ملاحظاتی شد، یادداشت هایی شد درباره مینیاتور همین. ولی به هر حال بله، حالا برگردم به مطلب قبلی. عرض شد که من گفتم اینجا یک نکته تاریکی برای من وجود داره. مسئله این استش که خب
هم ما مسلمان بودیم و هستیم و هم عربا. از قرن دوم اسلامی که تمدن اسلام گسترش پیدا کرد و مرکزش هم دیگه اول کوفه و بصره و بعدش هم بغداد بود و دوره خلفای عباسی که اوج این تمدن بود، از طرف دیگه در ایران در بین النهرین اینطوری بگم بهتره یا میان رودان نقاشی موقوف شد به مناسبت اینکه مسلمان بودن، و در دمشق که نزدیک بیزانس بود و در اونجا سنت نقاشی وجود داشت، یک نوع کار هنر تزیینی به وجود اومد که مال دمشق و بیشتر هم در حقیقت شکل‌های هندسی که اگر در اسپانیا رفته باشید توی کافه‌های چی دیدید فرعون اصلا دیدید جای مختلف هست. تو خب ایران هم که خب نقشایی که روی این قوطی ها و قوطی های خاتمکاری و اینا هست، اینا همه نقشای هندسیه. و در اونجا این نوع هنر یا این نوع کار تزیینی رواج پیدا کرد، اما از تصویرگری یا نگارگری چیزی در ته چند صد سال در اونجا نبود. برعکس در ایران خب از دوره ساسانی ها یه نوع سنگ نگاره بود، نقش های دیواری بود، مال قرن های اولیه اسلامی هم نشانه های از تصویر های دیواری داریم. دوره هنر نیشابور هم هست که یک دوره درخشانیه و بعد هم در کاشان کار روی ظروف که نشون میده که اون کسایی که این کار رو انجام دادن، صنعتگرایی که این کار رو کردن، واقعا هنرشون یک سابقه طولانی داشته. در حال از دوره مغول به بعد هم نقش آدم فراوان هست. مسئله برای من این بودش که اون دفعه صحبت شد اینه که خب بین النهرین هم خیلی قدیمی تر از ایران از دوره سومری ها مجسمه سازی داشته، تصویر داشته و خیلی هم کهن. چی شد که بعد از اینکه اسلام اومد این قطع شد؟ ولی در ایران قطع نشد. نشانه هایی ازش داریم، از پنجکنت گرفته تا نیشابور تا یه مقدار سنگ نگاره هایی که از قرن دوم و سوم خیلی تک و توک مونده. بعد از دوره تیموری ها یک مرتبه یک شکوفگی پیدا میشه و یک کمی شاید قبل‌تر به مناسبت ارتباط با بیزانس از طرفی در دوره قراقوندو آخوندوها، یعنی در شمال غربی ایران امروز و در مشرق آناتولی که در اونجا تماس بوده با بیزانس از راه عثمانی ها هم بعدن، و از طرف دیگه مغولا وقتی که ایران اومدن نقاشی چین رو هم با خودشون آوردن و یک مرتبه یک نوع شکفتگی فوق‌العاده پیدا شد و مینیاتور ایران با کاراکتر خودش نه چینی هست نه بیزانسی هست. اولا رو که آدم مطالعه میکنه توی مال مکتب تبریز نقش بیزانس کاملا روشنه و خیلی شبیه ایکونایی هستش که از بیزانس باقی مونده که بعد به مرتبه فاصله کوتاهی این تبدیل میشه، و خلاصه یک نوع کادر دید به قول فرنگی ها اونجا وجود داشت که اومده به نظر من تا سینمای امروز ایران. یعنی نمیدونم یه مصری که بخواد فیلم بسازه، البته مصری ها هنر قبلشون که خب چیز فوق‌العاده است، ولی یک عرب اگر در نظر بگیریم به طور کلی به تمدن اسلام اگر محدود بشه، دید استتیکش سنت نداره، به هر حال نمیتونه از یه سنتی استفاده بکنه. و همین که گمان میکنم که آقای کیارستمی چه بدونه چه ندونه از یه دید استتیکی که پشت سرش هست ناخودآگاه بهره‌مند میشه، به خصوص که اگرچه تصویرگری در ایران ممنوع بوده به مناسبت مسلمان بودن، ولی از همون اول هم در ایران و هم بین عربا ولی بیشتر در ایران هنر کتابسازی عملا گرایش داشته به نقاشی و تصویر و تزیین. و کتاب هم که میدونید کتاب خدا که قرآنه، به هر حال کتاب یه رفرانسی داره همیشه به یه نوع تقدس، یه چیز مقدسی بوده. در نتیجه کتاب یه جایی بوده که یک نوعی توجیه میکرده نقاشی رو که حرام بوده و نقاش‌ها به طرف کتاب و کتابسازی خواه نخواه سوق داده میشدند. و همه این علل یه نوع استتیک از استتیک کتاب تا استتیک نمیدونم دیوار نگاره گرفته بوده تا دوره‌ای که مینیاتور پیش میاد
و تا امروز تا دوره قاجار که نقاشی قاجار هیچ ربطی به مینیاتور نداره، یه نوع مینیاتور منحت اگه بشه گفت، اما در نقاشی قاجار یه چیزای آدم در کاشیکاریش به خصوص نقش‌های روی کاشی که البته مفصل بزرگ به دیوار حمام زورخونه هاست، اینجا تصویرهای معرکه‌ای هست، اصلا اثر هنری فوق‌العاده است و اینا همه مردم بی‌سوادی بودن که کارش کوره‌پزی بوده، نقش رو مینداخته روی کاشی و بعد اینا رو میدادن لعاب میدادن و بعدم رستم در حموم و اینا، خب زیاد شنیدی به طعنه و به مسخره، ولی به هر حال یه چنین سنتی هست. و حالا این تیکه اون من بیشترش هم از بین رفته متاسفانه، الان بعیدی که موجود باشه، بهترینش مال شیرازه و یه تعدادی مال کرمان داره و اصفهان، مثلا نارنجستان و قوام اینجا عرشد که استتیک قرآن کلامیه و میدونیم که اولا در قرآن نشانه های زیادی از طبیعت نیست مگر وقتی که پیغمبر قسم میخوره به خورشید، به ماه، به عوامل طبیعت، اون هم بیشتر به عنوان سوگند، نه به عنوان وصفی از زیبایی، نشانی از زیبایی، یا از کوه اگر صحبت میکنه برای اینکه اینا میخوایی هستن که زمین رو سر جا خودشون نگه میدارن، کوبیده شدن به زمین، یا از طبیعت اگر صحبت میکنه که از این بابت کم صحبت نمیکنه، به عنوان برکت و وسیله زندگی که خدا در اختیار آدمی گذاشته. بیش از این صحبتی از طبیعت کمتر هست، اما از طرف دیگه معجزه پیغمبر قرآن، اون چیزی که یعنی کلام و اون چیزی که از جانب خدا بهش میرسه وحی، یعنی باز در کلام تظاهر پیدا میکنه. در آیین یهود هم همینطوره. حالا استتیک اوستا برعکس هم کلامیه هم تصویریه، یعنی آفرینش از جهتی با یه دعا شروع میشه، یعنی با کلام، و این آفرینش زیباست برای اینکه تجسم یا تجسد اهورامزداست، حالا داستانش مفصلی که بعداً بهش خواهیم رسید، حالا داریم جلو میزنیم. بعد اولین بخش اوستا هم که اوستا باشون میشه، اون جایی که فعلا میشناسیم و میدونیم، گاد خواست که گفتگوی با روشنایی و کوشش دائمی، یعنی اصرار دائمی زردشت به اینکه خودت رو به من نشون بده، خودت رو من بنم، من میخوام بدونم، و این دانستن از راه دیدنه که البته خب این یه تصور قدیمی از دیدار هم از فهم هم هست. از طرف دیگه خدا در فکر ایرانی، حالا بعد بهش مفصل تر میرسیم، میگم متاسفانه امروز از آخر شروع کردیم یا خوشبختانه، به هر حال خدا مطلق نیست، اهورامزدا یک وجود شونده است نه باشنده. بعد از آفرینش و بعد از گذشت 12,000 ساله که اهورامزدا که دانای مطلق بود، همه دان یا هرچی هست آگاه بود، به قول زردشتی ها همه توانا هم میشه، تواناییش هم کامل میشه، چون مطلق نیست فرم داره، برای اینکه در این دوره‌ای که در این 12,000 سالی که خدا داره کامل میشه، تاریخیه، یک وجود تاریخیه و داره عوض میشه، دیگه خدا فرم داره و فرمش رو میشه تصویر کرد، میشه تصور کرد و تصویر کرد. شاید به این مناسبته که تصویر کردن اهورامزدا و یا ایزدان دیگه مثل آناهیتا، مثل مهر، نه تنها گناه نیست بلکه پسندیده است و تصاویرشون رو روی سنگ نگاره‌ها لااقل داریم، هم تصویر اهورامزدا رو داریم هم آناهیتا رو، و این زیبایی دیداری، این زیبایی استتیک دیداری که در مذاهب وحدانی نیست، مذاهب سامی، در ادیان سامی نیست، این آنتروپومورف هم هست، انسان شکله، یعنی آناهیتا رو ما به صورت آدمی میبینیم، دلیل هم داره، اهورامزدا رو به صورت انسان میبینیم و
ایزد مهر رو هم به صورت انسان میبینیم. من صحبت تئولوژی الان نمی کنم، ولی مسئله تئولوژی اساسا، خب میگیم خدا نادیدنیه، ناشناختنیه، ولی دائم صحبت از صفات خدا میشه. چرا؟ برای اینکه اونایی که صحبت صفات میکنن، البته حالا از بحث استتیکی بگذاریم، اونایی که صحبت صفات خدا رو میکنن در بن و در اساس دائم توضیح میدن که صفات خدا سلبیه، خدا صفاتش رو ما نمیتونیم بشناسیم، برای اینکه نوع دیگریست، یه ساحت دیگریست. اما برای اینکه به هر حال یک تصوری ازش داشته باشیم و بدونیم که با چه چیزی ما سر و کار داریم، میتونیم بگیم که چه چیزهایی نیست. اما برای اینکه به فهم ناقص خودمون راه پیدا بکنیم به خدا، او رو تشبیه کنیم به صفاتی که خودمون میشناسیم، میگیم خدا رحمانه، خدا رحیمه، خدا قاسم الجبارینه، ولی جبر او یک چیز دیگری است، یا نمیدونم رحم او یک چیز دیگری است جز رحمی که ما میشناسیم. به هر حال از نظر بحث تئولوژی، از نظر الهیات، خب در خدا دائم صحبت میشه، همه تفسیر قرآن اینا صحبت میکنن. از همه این حرفا میخواستم این نتیجه رو بگیرم که اگر خدا ناکامل باشه، مثل اون چیزی که ما در اوستا میبینیم و یا در آیین یا در اساطیر زرتشتی میبینیم، و اگر خدا یک وجود شونده باشه، در حال شدن و تکامل باشه، و اگر فرم پذیر باشه، کما این که فرمش رو راجبش صحبت کردیم که شکل آدمیست، تصور عرفانی، منظورم از تصور عرفانی، تصور میستیک از خدا، عرفان به معنی وسیع تر، تصور عرفانی از خدا چگونه میتونه باشه؟ به خصوص اگر بدونیم که خدا به صورت امشاسپندان تجلی میکنه، امشاسپندان همونطور که قبلا دیدیم هر کدومشون نماینده یکی از صفات اصلی اهورامزدا هستن، بردبازی یا نمیدونم توانایی و نبرد و نیرو و خشسته، اندیشه نیک یا بیمرگی، جاودانگی. خب هر امشاسپندا هر کدوم نماینده یکی از این صفات هستن، بروز یکی از این صفات اهورامزدا هستن، و در ضمن در هر کدومشون در یکی از پدیده های طبیعت هم جسمانیت پیدا می کنند، به صورت آب، به صورت زمین، این بحثایی که قبلا کردیم. خب حالا با چنین تصوری از عالم وجود و از خدا، میستیسیزم این به کجا می کشه؟ این تصور هم اینه که همه اینا در حال تصور ها، واقعا بیشتر چنانی که تصور من این هستش که این میرسه به نوعی از پانتئیسم، همه خدایی، که این با وحدت وجود فرق داره، هیچ شباهتی نداره. شاید به اسپینوزا نزدیک باشه تا به مولانا. و در اینجا آدم به مناسبت فونکسیونی که داشته، خیشکاری، دستیار خدا بوده، با خدا قرار مدار داره، فرا به هر حال انتخاب میکنه، میاد پایین برای یک کاری و بعدم برمیگرد. اما تا وقتی که در اینجاست، آب و گیاه و فلز و بعد هم بردباری مثلا زمین یا نمیدم اندیشه میکنه، با او یکی هستن، از بابت الهیه اون چه که هست، یعنی هم طبیعت الهیه، یه جنبه الهی داره، هم خود آدمی و هم طبیعت خود آدمی، یعنی بدن آدمی. در نتیجه یه نوع پانتئیسمی وجود داره و آدم با خدا در اینجا یگانه نیست، نمیتونه بشه، وقت میخواد، تاریخ داره، بعد از 12000 سال، برای اینکه خدا خودش هنوز خدا نشده. اما در ادیان توحیدی، در کابال یهودی و در اسلام، شاهان آینه هست از جلال الهی، بچاریم با همون زبان صحبت، از جلال الهی، و آدم میخواد خدا بشه. اگر آدم از تمام اون تعلقات زمینی، البته حالا داستانش مفصله، فقط اجازه بدید که من همینطوری بگم، اگر اونطوری که عرفان معین میکنه
اون سلوک و نمیدونم اون معنویت غیره غیره اونها رو به دست بیاره، از تعلقات زمینی آزاد بشه، آدم در همینجا میتونه به خدا بپیونده، میتونه با خدا یگانه بشه. چیزی که با یزید عرض شد که ابوالحسن خرقانی، حلاج و دیگران مدعیش هستند و مولانا. البته در فکر زردشتی و در اساطیر ایران ما این میستیکی که من میگم، این میستیسیزمی که میگم، ما بهش نمیرسیم. تصور من این استش که در هیچ جا نمیبینیم. ما و الان که در میاسترات میکنیم میگیم میشد به یک چنین جایی رسید. تصور من این استش که آخوندهای زردشتی و در اوستا و انجیزاد کار خراب میکنه. آخوندهای زردشتی از همون اولی که دین و دولتی که میشه از دوره اردشیر دین اینا آفتگرن، شریعت جای خیلی بزرگی داره و بندیداد رو باید خوند تا ببینه آدم که صد رحمت به فقه اسلام و این جلو همین چی دونید، یعنی جلوی معنویت اگر بشه گفت دین رو راه رو بسته بود. در نتیجه ما متفکر زردشتی نمیشناسیم و اگه بوده به ما چیزی نرسیده که به این بن فکر رسیده باشه یا دین خودش رو اینجوری دیده باشه. ولی در اسلام این فرصت وجود داشت که یکی که به ته کار میخواست برسه میگفت ما به قرآن مغز را برداشتیم، اوس را پیش خرم راستیم، یعنی شریعت بودش کن دیگه و تکلیف از آدمی برخواسته میشه با قول خودشون. این صحبت هم شد که استتیکی که ما از اوستا گرفتیم تا اونجایی که به عقلم رسید، دلیلش هم گفتم، استتیک هم تصویریه هم کلامی که به ما رسیده. خدا رو میشه تصویر کرد و در ضمن کلام مقدس کلامی هستش که جهان ازش آفریده شد و شعر هست، نمیدونم گاتها هست و سرودهای زردشت با خدا. خب این کلامش که میاد ادامه پیدا میکنه تا خدای نامه که نمیدونیم، ولی میاد تا دوره پهلوی. دوره پهلوی ادبیات بی خودی، همش پند نامه است، پند و پند و اصلا خفه میکنه آدم، به استثنای قسمت عمدش البته پند نامک هاست و یا اندرز نامک و به استثنای کارنامه ارچیر پاپکان یا عیادکار در ایران، یکی دو تا حماسه اینطوری، وگرنه پیداست که و تاریخ که خب خدای نامکه و پیداست که دیگه ادبیات شفاهی اون چیزایی که به دستمون رسیده در خدای نمک ها ضبط شده، بعد آمده در فرانسی اون بخش حماسی شاهنامه. این تا اواخر ساسانیان اینا ادبیات شفاهی بود، در اواخر ساسانیه که اینا ضبط میشه. اما اوستا توصیف میکنه که ناهید چگونه است، چه سینه های را، چه کمری، چه بازوبندی، چه کمربندی، بعد خداهای دیگر رو تصویر میکنه و بعد هم همین مؤمنین و اوستا، خب دیوارنگاره ها و سنگنگاره هاشون فراغون هست دیگه، در دوره ساسانی هست، نقش رستم هست، نمیدونم کعبه زردشت هست، همه اینا دیگه تصویرهای از دوره هخامنشی، اینم این شکل خیلی معروف هم هست، تصور میکنم که شکل اهورمزده است و بعد یا فروهر و در همون دوره مانویت هست که اصلا دین تصویری که خب باز مانده نقاش بوده و در حقیقت سمبول زیبایی در ادب فارسی مانی و نقش مانی.